با سلام در این مجموعه میخوام برگردیم کمی به عقب و در مورد دو تا مفهوم تو پاندا صحبت کنیم هرچند این دو مفهوم رو ما خیلی استفاده کردیم ولی توضیحش هیچ وقت ندادیم من در مورد دیتا فریم ها خیلی صحبت میکردم و گهگاه هم از سری ها استفاده میکردم سریز ما میخوام بدونیم این دو دقیقا چی اجازه به اینجا برگردیم به عقب و ای یادتون باشه این فایل کانتریز رو ما اینجا بخونیم و اگه یادتون باشه من گفتم ما یه دیتا فریمی به اسم دی اف رو خواهیم داشت که ببینید یک دیتا فریم حالا ما به چی میگیم دیتا فریم دیتا فریم در واقع یک آرایه دو بعدیه به چه معنا دو بعدی ما اسم ستون ها رو داریم که اینجا مثلا آیدی کد نیم و رو به جلو و بعد اندیس ها رو داریم پس دیتا فریم در واقع یک آرایه دو بعدیه <تص> که ما میتونیم عملیات های خاصی هم روش انجام بدیم که تو درس های پیش هم خوندیم اما این بخش دیگه داریم به اسم سریز سری ها چی هست؟ سری ها آرایه های در واقع یه بعدی که هر دو اینا در زیر مجموعه پانداز تعریف میشه ما برای اینکه بهتر تفاوت اینها رو بدونیم اجازه بدید با یه سری مثال من اینجا بحث رو شروع کنم شما یادتون باشه من خیلی وقتا یک مثالی به این شکل میزدم مثلا مینوشتم میخواستم تو این دیتا فریم اسم کشورها بیاد نه شما دقت کردید مگه همچین خروجی داشتم ما میخوام بدونیم این خروجیمون چیه آرایه است به مذرت میخوام سری هست یا دیتا فریم برای این کار ما همیشه میتونیم از چیز به اسم تایپ استفاده کنیم عادت کنید از تایپ خیلی در پایتون استفاده کنید تایپ دستور تایپ دستور خیلی کلیه مال لزومن پانداس نیست میبینید که داره میگه این یک سریه چرا؟ چون این یک آرایه یک بعدیه که شما ببینید که شما یک سری داده دارید و یک سری اندیز در بخش چپشون که دارید میبینید در سری های مسئله که وجود داره اینه که شما اسمی ندارید برای این برای این ستون یعنی شما فقط با اینها میتونید خطابشون قرار بدید نمیتونید بگید که مثلا این ستون یه اسمی داره به اسم نین خب من اگر بخوام این رو این سریز رو بخوام تبدیل بکنم به دیتا فریم چی کار باید بکنم خیلی ساده میام به جای یه دو دوتا میذارم دقت کنید این دوباره همون یک ستون شد ولی با چه تفاوتی که ما هم اندیس سط... سطرها رو داریم ولی برای ستونمون هم اسم داریم این رو اگه یک تایپ ازش بگیریم شما میبینید که این الان شد یک دیتا فریم این دیگه سری نیست پس الان ما اینو میتونیم متوجه بشیم من اجازه بدید اینو هر دو رو اینجا بذارم اگر ما بدین شک بنویسیم میشه یک سری و اگر بدین شک بنویسیم میشه یک دیتا فریم من میخوام دستور پرینت رو هم پشتشون بذارم که اینا رو هر دو رو ببینیم میبینی سریز و دیتا فریم میشن این دوتا حالا چه تفاوت هایی دارن با هم دیگه یکی از خصوصیاتی که ما میتونیم داشته باشیم با دیتا فریم اینه که ما خیلی وقتا شاید بخوایم یه ساب دیتا فریم بگیریم یعنی دیتا فریمی که زیر مجموعه دیتا فریم اصلیمون باشه به چه معنا من میخوام یه دیتا فریمی بگیرم که این دیتا فریم دو تا از رو به من بده نیم و کانتیننت کاری که من میکنم باید توی دابل کروشه بذارم و بعد اینها رو این خروجی رو بگیرم ببینی و شما دقت کنید میتونم یه دیتا فریمی بدین شکل داشته باشم ولی شما اینو نمیتونید به شکل سری بگیرید چون سری شما فقط میتونید یک آرایه داشته باشید وان دیمنشناله. پس این یکی از تفاوت‌های عمدهشه که شما دیدید حالا من مثلا میخوام بگم که من میخوام بیام یه دیتا فریمی رو بگیرم یه ستون ها و در عین حال یه سطرای خاصی رو میخوام بگیرم اینو میام با دستور لوک دوباره از نو اجرا میکنم و تو این بخش مثلا من میزنویسم که من میخوام از ستون یک تا ده رو میخوام داشته باشم مذرت میخوام جا باید یه کاما هم بذارم که ببینید به چه شکل مورد این میشه ای یه ساب دیتا فریم یه دیتا فریم دیگه ایست که شما توی دیتا فریمی به اسم مثلا ساب دی اف بذارید و این رو داشته باشید و بعد سیوش کنید به عنوان یک دیتا فریم پس شما وقتی سری دارید این خیلی نکته مهمیه دیگه چیز ب... چیزی به اسم اسم ستون ندارید چون شما در واقع ستون ندارید حالا برگردیم سری یک سری چیزایی که ما در گذشته انجام میدادیم ما میام روی سری تمرکز میکنیم مثلا میام ستون کانتیننت رو بر... برمیداریم میخوام اینو صرفا یادآوری کنم شما اگه یادتون باشه ما در سری یک دستوری داشتیم به اسم value counts مثلا ایاتون باشه در درس های پیش گفتیم این دستور این تابع این متد به متد بهتره بگم مخصوص سری هاست نه دیتا frame و یا متد یونیک میبینید که این میاد این میاد به ما میگه دقیقا چه مقادر یونیکی داره این شما اینو نمیتونید از دیتا فریم بخواد شما اینو میتونید از سری ها بخواد پس ببینید اینها این, تفاوت های بارزیه که بین دیتا فریم و سری ها وجود داره حالا ما چجوری میتونیم یک سری رو ایجاد کنیم اجازه بدید من اینجا با یه مثالی برم جلوتر و اینجا یه بخشی رو به اسم سری رو درست کنم اینو مارک دانش میکنم اجازه بدید انگار درست شد خب شما به چند شکل میتونید سری ها رو درست کنید یکی از طریقش این بود که دیدیم یکی از ستون های یه ایت دیتا فریم رو میتونید بردارید و اون رو تبدیل به سریش کنید ولی حالت دیگه اینه که شما میتونید لیست ها رو تبدیل به سری ها کنید به چه معنا؟ من مثلا یه لیستی تشکیل میدم خیلی ساده یک چار پنج میتونه توش استرینگ هم باشه مثلا نمیدونم مثلا اس خب این یه سریه من میخوام از یه دیتا من از یه سری بسازم من چی کار میکنم مثلا مینویسم اس آر به معنی سری مساوی با پی دی دات سریز یادتون هست ما برای دیتا فریم مینوشتیم پی دی دات دیتا فریم اینجا میشه پی دی دات سریز از ایکس به من سریز بده حالا ببینیم این SR چی هست شما میبینید که یه سری هست که این اندیساش این مقادی حالا شاید یه سوالی برای یه سری پیش بیاد که خب پس اگه اینجوری پس چه تفاوتی بین سری و یه لیست هست تفاوتش به این اندیس ها برمیگرده مثل دیتا فریم که شما اندیس داشتید و اندیس اتوماتیک تعریف میشد و در این حال میتونستید اندیس رو خودتون تعریف بکنید در مورد سری ها همین مسئله صادقه به چه معنایی؟ من اینجا میام و می نویسم ایندکس میخوام یه بش... اندیسی براش تعریف کنم و این اندیس رو می نویسم مثلا با طول چهار بر بنویسم می نویسم منباب مثال می نویسم A B C مذارت میخوام C و در نهایت دی حالا ببینیم چی میشه ببینید شما میبینید که الان سری شما اندیس هاش آبی سی شدن حالا شما اگه بخواد ببینید مثلا این, این سطح مقدار چنده به دو شکل میتونید بخواد یکی اینکه که بگید یک چون اندیس یک همه و شما بهتون چهار رو میده و میتونید اس بی رو هم بخواد و میتونید بهتون دوباره یه نتیجه داره میده در مورد اینکه حالا چه توابعی در سری ها میشه تعریف کرد و چه توابعی میشه در دیتا فریم ها تعریف کرد خیلی میشه اینجا بحث کرد متوابع بسیار زیادی داریم مثلا تابعی مثل مثلا یونیک یا ولیو کانس که اگه یادتون باشه من خیلی استفاده میکردم این دو مخصوص سری ها هستن حالا اگر شما موارد بیشتری رو خواستید کامنت بذارید که من حتما در مورد سری ها توضیح بیشتری خواهم داد در ویدیوهایی که خواهد بود در آینده خیلی ممنون و تو کانال ما سابسکرایب کنید خداحافظ